سپاس بی قیاس خداوندی است که به فیض خون پاک شهدا آزادی را به ما لطف نمود که ما امروز یادی از سردار شهدا مسعود بزرگ را می نماییم. آری مسعود نازدان فرزند ملت بود، فرزندی که داستانهایش تفکر جهانیان را در حیرت انداخت، فرزندی که مرگش اشک همه زن و مرد افغان را توده ساخت، فرزندی که شهادتش قلوب دوستان و مخلصان حق و آزادی ما را مأیوس ساخت. مسعود در خواب و بیداریش به ملت و وطنش می اندیشید. او مغرور نام و نشان و قدرت و چوکی نبود و فقط با یک کلمه آمفهم یعنی آمر خود را در برابر مردم جلوه داد. مسعود فرزند فاتحه قلب‌ها، خورشید بی غروب آزادی، مانند عقاب قله‌های سر به فلک هندوکش و پامیر را سر نمود سنگر شگاف و با دشمنان دین، آیین و آزادی ملت افغانستان فقط با شمشیر ایمان رزمید. افسوس که گنج شایگان رفت، زنباز مسعود نوجوان رفت. یک قبضه گل ز گلشن دهر بر دست چپا گل خزان رفت. دریغا من مسعود را از نزدیک ندیدم، فقط داستانهای قهرمانیش را شنیدم و عکسهایش را میبینم تا بدانم مسعود کیست. میبینم در پیشانی مسعود عالم چین نهفته است. با خیالات کوچکم و با تفکر کوتاهم در این خم و پیچ پیشانیش اسرار و رمزهایی را میبینم. رمزی حق خواهی با خدا پرستی، رمزی آزادی خواهی با وطن پرستی، رمزی حوصله با بردباری، رمزی تسلیم ناپذیری با اسارت، رمزی غرور افغانیت. چگونه جنگلی انبوه را زدند به آتش، چگونه جنگلی انبوه را زدند به آتش، چسان صلابت یک کوه را زدن به آتش، چگونه در دل امواج پرتلاطم عشق حماس پرور نستوه را زدن به آتش. تشکر.